سلام عرض می کنم خدمت تمام دانش آموزان عزیز. با درس آمار احتمال 11 در خدمتتون هستم. درس دوم مبحث احتمال و مبحث بسیار مهمی به اسم احتمال غیر همشانس. بچه ها تو احتمال غیر همشانس توی کتاب برامون یه متنی آورده که این متن بسیار مهم هستش. بریم ما هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم چی داره به ما میگه. میگه نتایج بسیاری از آزمایش ها و اتفاق هایی که در آینده رخ میدهند از قبل مشخص نیست، ولی میتوان شانس یا احتمال وقوع آنها را از قبل تعیین کرد. یعنی چی؟ داره میگه مثلا تو پرتاب یک تاس سالم شانس مشاهده هر کدوم از اعداد با یکدیگر برابره، ولی تو مسابقه های گروهی شانس قهرمانی تیم ها لزوما با یکدیگر برابر نیست. قبل از جام جهانی 2014 فوتبال شانس قهرمانی تیم‌ها به صورت زیر مشخص شده بوده. مثلا گفتن که احتمال قهرمانی برزیل 25%، آرژانتین 18%، آلمان 16%، اسپانیا و الی آخر تا بقیه تیم‌ها احتمال‌هاشون رو برامون مشخص کرده بوده که انقدر احتمال اتفاق افتادن قهرمانی اینها هستش. حالا جالب اینه که 4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی از 8 تیم، چیزی که در واقعیت رخ داده خب که مشاهده کرده بودین به غیر از این بوده، خب یعنی مشاهده‌ای که چیزی که اتفاق افتاده به غیر از این بوده، پس سراسر از پیشامدهای غیر همشانس خواهد بود. یعنی من نمیتونم اون چیزیه که پیش بینی کردم حتما شانسش اتفاق بیفته، به این میگن احتمال غیر همشانس. خب حالا نگاه کنید، به نظر شما احتمال بارش باران و آفتابی بودن هوا در تمام روزهای سال با یکدیگر برابر است؟ این سوالیه که داریم ازتون میپرسیم. قطعا میگین خیر، چون تو روزهای فصل پاییز احتمال بارندگی بیشتره، تو فصل تابستان احتمال آفتابی بودن بیشتره، پس نمیتونه با هم دیگه چی باشه؟ برابر باشه و یک احتمال غیر همشانس چیه؟ محسوب میشه. بریم سر فعالیت. این از تعریف کلیش که متوجه شده این غیر همشانس همونطوری که اسمش روشه چجوری میتونه اتفاق بیفته. یک تاس طوری ساخته شده است که روی 3 وجه آن عدد 1 و روی 2 وجه آن عدد 2 و روی وجه باقی مانده عدد 3 مشاهده میشود. اگر این تاس را پرتاب کنیم، خب آقا فضای نمونه ایشو میگه بنویس. فضای نمونه ای کل 3 تا وجه داره. فضای نمونه ایش 1 وجه، 2 وجه، 3 وجه، 3 تا وجه خواهد داشت. خب با توجه به اینکه عدد 1 روی 3 وجهش گفتیم نوشته بشه و احتمال اینکه این عدد بعد از پرتاب دیده شود چقدره؟ خب آقا آی من 1ه، یعنی 1 وجهش داره دیده میشه. خب حالا پی آی من میشه چی؟ 3 تا وجهش دیده بشه، 3 تا حالت دیگه، 3 تا از 6 تا وجه میشه 3/6، یعنی جوابش میشه 1/2. پس احتمال اینکه بعد از اون ببینیم یک از اون دو تا حالت خواهد بود. خب میدونین از رابطه پی آ مساوی ان آ به ان اس میتونیم پیش آمد آ رو استفاده کنیم یا نه؟ این سوالیه که داریم ازتون میپرسیم. آقا ان آ یه حالته، ان اس 3 حالته، یعنی 1/3 میشه. خب اگر بخوام این اتفاق رو بنویسم میشه 1/3. نگاه کنی در حالتی که طبق مفروضات سوال باید به عدد 3/6 یا 1/2 برسیم، پس یعنی من الان از این به جوابی غیر از اون که توی سوال حل کردم رسیدم. خب پس چی میشه؟ هر زیر مجموعه تک عضوی از فضای نمونه‌ای را یک پیشامد ساده می‌گوییم. پیشامدهای ساده معمولاً به جای پی اون اتفاق آه می‌نویسیم پی آ. این داره چیه؟ رخ میده. سه، نگاه کن چی میگه سوال سه. میگه مشابه قسمت قبل، یعنی با توجه به تعداد وجوهی از تاس را که اعداد 2 و 3 روی آنها نوشته شده، احتمال وقوع پیشامدهای ساده بی مساوی 2 و سی مساوی 3 را به دست آورید. آقا پی 2 یعنی چی؟
پی دو یعنی این که اون دو حالت اتفاق بیفته از شش حالت وجه تاست، یعنی میشه یک سوم. پی سه یعنی چی؟ یعنی یک شیشم، یعنی ستایی، یعنی یه دونه از اون اتفاقهای شیشتا. خب اینها میشه حالتهای اینها که خیلی ساده میتونیم حساب کنیم. ببینید سوال چار چی میگه؟ میگه آیا احتمال وقوع پیشامدهای ساده A و B و C با یکدیگر برابرند؟ توضیح دهید. آها، میگه پیشامدهشون با همدیگه برابر هستن، یکی هستن یا نه؟ میگم خیر آقا، پی 1 پی 2 پی 3 رو حساب کردیم دیدیم که برابر نمیشن. نحوه توزیع این اعداد تو 6 تا وجه تاس یکسان نبودن، یکیش 3 تا بود، یه دونش 2 وجهش 2 تا عدد بود و غیره. مثلا 3 وجه از 6 وجه تاس نیمی از وجوه عدد 1 بود، پس انتظار احتمال وقوع عدد 1 تو 1 بار تاس بود اون 3 ششمه که همون 1 دوم است. تو دو بچه تاس عدد 2 بودش که احتمال وقوعش شد 2 ششم یا همون 1 سومه. به همین شکل احتمال وقوع عدد 3 تو یه بچهشه، پس میشه یکی از اون 6 تا. 1 ششم احتمال اتفاق افتادنش چیه؟ وجود داره. سوال 5، به کمک نتایج قسمت‌های قبل مجموع تمام پیشامدهای ساده را به دست آورید. پی 1 به علاوه پی 2 به علاوه پی 3، یعنی احتمال اتفاقات هر کدوم به علاوه میشه هر کدوم از اینا میگه چی میشه؟ پی 1 3 ششم بود، پی 2 2 ششم و پی 3 1 ششم که احتمال اتفاق افتادنش میشه 6 ششم که میشه برابر با 1. یه نتیجه گیری مهم کردیم، گفتیم پی اس توی قبل گفته بودیم برابر 1، یعنی پس من هر موقع احتمال‌های غیر همشانس داشتم احتمال اتفاق افتادن همشون جمعش باید بشه برابر 1. بریم تو سوال. میگه اگر دی مساوی 1 و 2 پیشامد مشاهده شده اعداد 1 یا 2 در پرتاب تاس باشد، پی دی را به دست آورید. این مقدار را با پی 1 به علاوه پی 2 مقایسه کنید. ببین چی گفته به من. آقا طبق مفروضات مسئله آ میگه که بیم 2، پس من میتونم بگم دی من بوده برابر 1 و 2. دی 1 و 2 یعنی 1 اجتماعش با 2. خب یعنی این همون آ به گرفتم میشه آ اجتماع ب. پس اشتراک این دوتا 1 و 2 اشتراکی داره؟ نداره، توهی هستش. پس پی دی من میشود چی؟ میشه پی آ اجتماع به، چون آ و اجتماع به 1 و 2 اجتماعشون شد دیه. پس طبق قضیه پی آ اجتماع به میشه پی آ به علاوه پی به منهای پی آ اشتراک به. خب اینو من دارم، حالا باید جاگذاری کنم. پی آم پی 1، پی بم پی 2، منهای اشتراکشون که توهی هستش. احتمال اتفاق افتادن پی 1 بود 3 ششم، احتمال اتفاق افتادن پی 2 بودش بچه ها 2 ششم. منهای پی توهی، پی توهی یعنی چند؟ 0. 3 ششم به علاوه 2 ششم میشود 5 ششم که احتمال اتفاق افتادنش میشه چقدر بچه ها؟ 5 ششم. حالا پی دی من میشه پی 1 به علاوه پی 2، چون یا آوردم اجتماع، یا میارم یعنی جمع. آقا پی 1 به علاوه پی 2 5 ششم، پس احتمال اتفاق افتادن دی هم همون احتمال اتفاق افتادن آ یا بی جمعشون میشه که شد چقدر بچه ها؟ 5 ششم. بریم این سوال ببینیم این چی میگه. هرگاه حداقل دو پیشامد ساده از فضای نمونه ایه S مساویه S1 تا SN، نمیدونم تا چند تا دارم، احتمال نابرابر داشته باشند. S را فضای نمونه ای با احتمال چی میگن بچه ها؟ غیر همشانس خواهند. خب در احتمال غیر همشانس نیز مانند احتمال همشانس که تو سالهای گذشته خوندیم خواص زیر برقرارند. تو فضای نمونه ای متناهی با احتمال غیر همشانس اگر اس من از اس 1 تا اس ان
فضای نمونه‌ای من باشه و آمونم باشه آیک تا آیک های یه زیر مجموعه کاؤزوی از اون اس. همواره چی داریم؟ پی اسمون برابر یکه، پی آمونم که بین صفر و یکه میدونیم، بنابراین پی آ احتمال اتفاق افتادن هر کدوم پی آ یک بلای پی آ دو تا پی آ کا میشه. پس یعنی چی؟ یعنی جمع همه اینها میشه برابر یک، هر چند تا احتمالی که میخواد رخ بده. بریم تو سوال، راحت‌تر متوجه میشین. میگه توی مسابقه چهار جانبه فوتبال تیم‌های آ بی سی دی حضور دارند. اگر احتمال قهرمانی تیم آ و بی و سی با یکدیگر برابر باشند ولی احتمال قهرمانی تیم دی دو برابر هر یک از اون تیم‌های دیگه باشه، یعنی از آ و بی و سی باشه، احتمال قهرمانی هر یک از تیم‌ها را به دست آورید. آقا احتمال قهرمانی هر کدومشون با هم برابر نیست، یعنی غیر همشانسه، یعنی جمع همه احتمالاش باید بشه برابر یک. خب پس ما بریم توی سوال ببینیم چی کار کنیم. آقا من احتمال اتفاق افتادن آ رو میگیرم ایکس، شانس قهرمانی آ و بی و سی، بی و سی اینجا برابره، آ هم اون برابره، پس همشون برابر ایکسه. احتمال قهرمانی دی دو برابر آ، دو برابر بی، دو برابر سیه. خب یعنی دو ایکسه، پی دی دو ایکسه. خب پس فضای نمونه ای من چی میشه؟ میشه پی آ به علاوه پی بی به علاوه پی سی به علاوه پی دی برابر با یک. خب چه اتفاقی رخ داد؟ پی آی من ایکس بود، پی بی من ایکس بود، پی سی من هم ایکس بود، پی دی من دو برابر هر کدوم از اونا بود، یعنی دو ایکس بود. پس میشه ایکس به علاوه ایکس به علاوه ایکس سه ایکس به علاوه دو ایکس پنج ایکس، پنج ایکس برابر یک ایکس میشه یک پنجم. خب حالا احتمال قهرمانی هر یکو میگه به دست بیار. آقا مگه پی آ و پی بی و پی سی هر کدوم ایکس نبود؟ خب احتمال قهرمانی هر کدوم از آ بی و سی با هم برابره که میشه یک پنجم. مگه پی دی دوتا ایکس نبود؟ مگه ایکس نشد یک پنجم؟ پس احتمال قهرمانی تیم دی میشه چقدر بچه ها؟ دو پنجم. این میشه احتمال غیر همشانس. بریم تو کار در کلاس. کار در کلاس رو نگاه کن، از اون کار در کلاس های مهمه. چی به من میگه؟ میگه توی آزمایش تصادفی اس من ایکس و ایگرگ و زده، فضای نمونه ای من این ستاه. میگه اگر پی ایکس و ایگرگ دو سوم باشه و پی ایکس و زد یه دوم باشد، احتمال وقوع هر کدوم رو به دست بیار. یعنی بگو پی ایکس، پی ایگرگ و پی زد هر کدوم چقدر میشه. آقا من میدونم احتمالا غیر همشانسه، جمع احتمال پی ایکس علاوه پی ایگرگ علاوه پی زد طبق قانون احتمال غیر همشانس برابر یکه. اینو میدونم، پس اینو از اینجا میدونم و تمام. آقا وقتی به من میگه پی ایکس و ایگرگ یعنی پی ایکس علاوه پی ایگرگ، وقتی میگه پی ایکس و زد یعنی پی احتمال ایکس به علاوه احتمال زد، پی زد میشه یه دوم. خب اینم از صورت سوال میدونم. پس من اتفاقی که برام رخ میده این یه تیکه میشه پی ایکس علاوه پی ایگرگ برابر دو سوم. یه جارم میدونم که پی ایکس به علاوه پی زده از اینجا برابر چیه؟ یه دومه. خب بچه ها حالا اتفاقی که داره رخ میده جمع همشون برابر یکه. خب حالا بریم اینجا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. من جای پی ایکس و ایگرگ گذاشتم دو سوم، میشه دو سوم به علاوه پی زد برابر یک، دو سوم میادیم ور، یک منهای دو سوم میشه یک سوم، پی زده شد یک سوم. پی زده یک سوم رو وارد اینجا میکنم، یک سوم میذارم میشه یه دوم منهای یک سوم، پی ایکس هم به دست میاد یک شیشم. پس من پی ایکس رو به دست آوردم، پی زد هم به دست آوردم، میزانم تو پی ایکس ولی پی ایگرگ مساوی دو سوم، پی ایکس هم رو دارم یک شیشم، پی ایگرگ میشه دو سوم منهای یک شیشم، که دو سوم منهای یک شیشم یه مخرج
مخرج مشترک بگیری 4 منهای 1 میشه 3 ششم که به 3 صادق میشه 1 دوم. پس احتمال اتفاق افتادن ایگرگ هم چقدر بچه ها؟ 1 دوم خواهد بود. خب بریم تو سوال دوم. تو سوال دوم به من میگه که یک تاس به گونه ای ساخته شده که احتمال وقوع هر عدد زوج 3 برابر احتمال وقوع هر عدد فرد است. در پرتاب این تاس احتمال مشاهده شده اعداد 2 یا 3 را به دست آورید. بچه ها احتمال اتفاق افتادن زوج مثلا آه 3 تا پی بی احتمال فرد است. آقا آ رو میگیرم یه عدد زوج، بی رو میگیرم یه عدد فرد. احتمال زوجا یعنی پی آ 3 برابر پی بی است. این از صورت سوال، این چیزی که اینجا گفته. میگه در پرتاب این تاس احتمال مشاهده شده اعداد 2 یا 3 کدام است؟ آقا چیزی که من از اینجا میتونم به دست بیارم پی 1 به علاوه پی 2 به علاوه پی 3 به علاوه پی 4 به علاوه پی 5 به علاوه پی 6 غیر همشانس دیگه برابر 1ه. خب پس احتمال اتفاق افتادن همه اینها برابر چنده؟ 1ه. آقا احتمال این فردا رو میگیرم x، پس وقتی 3 برابر هر کدوم از اوناست یعنی اونا 3 برابر اون x هاه. پس چه اتفاقی رخ میده؟ پی اس من برابر 1ه، یعنی پی 1ه به علاوه پی 2ه به علاوه پی 3ه به علاوه پی 4ه به علاوه پی 5ه به علاوه پی 6 میشه برابر 1. احتمال عددهای فرد x بود، 1 3 و 6 اینا احتمالشون چی بود؟ x. و 2 4 و 6 برابر 3x بود. تمام. جاگذاری میکنم مساوی 1. آقا 4x 5x 8x 9x با 3 تا میشه چقدر؟ x مون میشه 1 دوازدهم، چون این یه تیکه میشه 12x، اینجا هم برابر 1 و x مون میشه چقدر بچه ها؟ 1 دوازدهم. پس احتمال این شد چقدر؟ 1 دوازدهم. چی به من گفته بود؟ پی 2 یا 3. آقا 2 یا 3 زوج اون دعا بودن احتمال اتفاق افتادنشون 3x که x مون 1 دوازدهم میشه 3 دوازدهم. احتمال اتفاق افتادن پی 3 هم x بود که میشه 1 دوازدهم. میگه 2 یا 3 یعنی جمع این دوتا یا آورده تمام. پی 2 به علاوه پی 3 3 دوازدهم به علاوه 1 دوازدهم 4 دوازدهم که جوابش می شود 1 سوم. پس احتمال این که 2 یا 3 بیاد چقدر بچه ها؟ 1 سومه. خب بریم سر تمرین. میگه در پرتاب یک سکه ناسالم احتمال آمدن رو نصف احتمال آمدن پشت است. در پرتاب این سکه احتمال ظاهر شدن رو و احتمال ظاهر شدن پشت را به دست آورید. آقا پی رو نصف یه دوم پی پشته. من یه ضرب در دو کنم، پس از اونجا یعنی پی پشت یه دوم ضرب در دو میشه پی پشت، چون ساده میشه اون میشه دو تا پی رو. این راحت تره دیگه، عدد کسری ندارم. آقا پی رو ما میگیرم x، پس پی پشت من میشه دو تا x چون روم x. خب حالا فضای نمونه یه من یا پشت یا روه دیگه، یا پی اس هم برابر 1 غیر همشانس پی رو علاوه پی پشت برابر 1. از اینجا هم ما گرفتیم پی رو x، پی پشت شد 2 تا x، پس 3x میشه برابر با 1، پس x من میشه چقدر؟ 1 سوم. خب چی از من خواسته؟ پی رو x، x 1 سوم، پی پشت میشه 2x، 2 ضرب در 1 سوم 2 سوم. تمام. یعنی احتمال اتفاق افتادن رو 1 سوم، احتمال اتفاق افتادن پشتم 2 سوم خواهد بود. سوال دوم، در پرتاب یک تاس احتمال مشاهده هر عدد متناسب با همان عدد است. اگر این تاس را به هوا پرتاب کنیم احتمال این که عدد مشاهده شده کمتر از 4 باشد را تعیین کنید. آقا فضای نمونه ای تاس 6 تا وجه داره. خب اتفاقی که داره اینجا رخ میده چیه؟
پی آی من نمیدونم چه اتفاقی داره رو بود. یعنی اون 6 تا وجه همو احتمال وقوعش رو نمیدونم، انگاری که آی ایکسه. آی من میدونم 1 تا 6ه، پس پی 1 هم اگر بگیرم ایکس، پی 2 میشه 2 ایکس، پی 6 هم میشه 6 ایکس، چون آی ایکس داره احتمال اتفاق افتادن این هاست. پس فضای نمونه من تاسه 6 وجهه، پس پی اس هم برابر 1 غیر همشانسن. از پی 1 تا پی 6 جمعشون میشه 1، جاگذاری میکنم ایکس به علاوه 2 ایکس تا 6 ایکس برابر چنده؟ 1ه. آقا یه ایکس داشتم من، اینو اگه بنویسم ایکس بوده، اون 2 ایکس بوده، سومی 3 ایکس بوده، 4 ایکس بوده، 5 ایکس بوده و 6 ایکس. 6 و 5 11 تا، با 14 15 18 9 اینجا میشه 20 و 1 21 ایکس. پس 21 ایکس مساوی 1ه. ایکس من میشه چقدر بچه ها؟ 1 21. خب حالا میگه پی 1 و 2 و 3 رو خواسته تعیین کنی، یعنی پی 1 به علاوه پی 2 به علاوه پی 3 که بخواد رخ بده چقدر میشه؟ خب پی 1 x بوده میشه 1 21، پی 2 2 x بوده 2 21 میشه، پی 3 هم 3 x بوده میشه 3 21. یعنی جمع این 6 تا 6 تا 21 میشه جواب مسئله من. ساده تر کنیم به 3 میشه 2 هفتم. پس احتمال این که 1 2 و 3 بیاد میشه چقدر بچه ها؟ 2 هفتم. بریم رو سوال 3. سوال 3 میگه چی؟ میگه اگر S مساوی A B C D و E فضای نمونه ای یک آزمایش تصادفی و A مساوی A B، B مساوی A B C و D و C مساوی A B و E باشد، سه پیش آمد باشند، به طوری که پی آ یعنی پی این آ و بی احتمالش 2 هفتم، پی ب یعنی احتمال این 4 تا 3 پنجم باشد، مقدار پی سپریم را محاسبه کنید. سوال قشنگیه. آقا تو مفروضات مسئله دقت کن. فضای کل من آ بی سی دی ایه، بی منو دقت، سی منو دقت کن، آ و بی و ایه، یعنی یه سی و دی ازش کم بشه، یعنی اون فضایه داره چیه؟ ساخته میشه، میشه کدوم مسئله؟ میشه اونجایی که برای من آبیو نوشته. خب آقا پی بی چه اتفاقی براش رخ میده؟ پی بی من احتمال اتفاق افتادنش 3 پنجمه. خب پی بی من مگه نشد فضای کلی اسم نهای این عددی که اینجا دارم، یعنی این ای که داره اینجا چی میشه بچه ها؟ کم میشه. پس اسم انهای ایه، ایو کم کنم پی بیم خواهد به من داد. نگاه کن ایم اگر کم بشه آبی و سی و دی همون پی بی خواهد. خب آقا ایه زیر مجموعه از اسه، پس پی اسم انهای پی ای میشه، انگاری که من این پیو تو اینا دارم ضرب میکنم. خب من میدونم پی اس من برابر 1ه، پس جاش 1 میذارم، 1 منهای پی ای میشه. آقا 1 منهای پی بی، 1 منهای پی ای اتفاقش داشت میشه چقدر؟ 3 پنجم. پس پی ای میشه 1 منهای 3 پنجم که میشه 2 پنجم. احتمال اتفاق افتادن ای میشه 2 پنجم. این از ای. خب از ما پی سی رو خواست. آقا پی سی مجموعه پی سی بود آ بی ای، یعنی احتمال پی آ به علاوه پی بی به علاوه پی ای. آقا آ و بی آ بود، مجموعه آ بود آ و بی، پس این میشه پی آ اجتماعش با پی ای. خب وقتی میگه این یعنی پی آ به علاوه پی ای، پی آ چقدر بود تو صورت سوال؟ 2 هفتم. پی ای هم 2 پنجم حساب شد، یه مخرج مشترک بگیرم میشه 24 35. پس احتمال مجموعه سی میشه 24 35. تو صورت سوال پی سی پریم خواسته، پی متمم این رو خواسته. من میدونم پی سی به علاوه پی سی پریم با متممش میشه 1، پس یعنی پی سی پریم من میشه 1 منهای پی سی. آقا پی سی من چقدر شد؟ 24 35.
یک منهای 24 35 مخرج مشترک و جواب حاصل 11 35 که صورت سوال از من خواسته بود پی سی پریم رو. خب بریم رو سوال 4. اینم از اون سوالای قشنگ کتابه. میگه توی تجربه تصادفی اس مساوی x و y و z، این فضای نمونه‌ای من هستش. اگر پی x و پی y و پی z یه دنباله حسابی با قدر نسبت 1/4. آقا دنباله حسابی میدونی قدر نسبتش داره جمع میشه، اعداد میرن جلو. خب احتمال وقوع هر کدوم از این پیش اومدها را به دست آورید. بچه ها فضای نمونه x و y و z، پی x، پی y، پی z، احتمالی که داره چه اتفاقیه؟ داره میگه قدر نسبت 1/4، یعنی اینا داره 1/4 چی میشه؟ جمع میشه با هر کدوم، پس به رو به عقب برم داره کم میشه. این پی y هم رو میگیرم b. خب پس پی x من میشه چی؟ پی x من میشه b منهای 1/4، با قدر نسبت قبلی جمع بشه حاصلش به دست میاد. آقا پی زده چی میشه؟ میشه قدر نسبت هرچی هست با پی ایگرگ جمع کن، میشه بی به علاوه 1/4، چون پی ایگرگ رو گرفتم بی. خب احتمال اتفاق افتادن غیر همشانس، پی اس برابر 1، احتمال هر چند تا داریم تو صورت سوال فضای نمونه ای رو جمع میکنیم، پی ایکس به علاوه پی ایگرگ به علاوه پی زد مساوی 1. خب پی ایکس شد بی منهای 1/4 میذارم، پی ایگرگ بی، پی زد چیه؟ بی به علاوه 1/4. تمام. اینجا بی و بی و بی میشه 3b. خب مساوی 1 3b، 1/4 منهای 1/4 میشه 0. خب پس 0 شد این یه تیکه، اینا ساده شد، 3b شد برابر 1 کلش، بی میشه 1/3. احتمال وقوع ایگرگ شد 1/3. آقا برو جای بیا بذار 1/3. پس پی ایکس من میشود بی منهای 1/4، جاش بذار 1/3، 1/3 منهای 1/4، مخرج مشترک 1/12. پی زد بود بی به علاوه 1/4، یعنی 1/3 بذار جای بی به علاوه 1/4، مخرج مشترک 7/12. و احتمال وقوع هر کدوم از اینها چی شد بچه ها؟ به دست اومد. سوال آخر این درس، سوال بسیار مهم، سوال معروف به سوال دارت. در پرتاب یک دارت به یک صفحه دایره‌ای شکل مطابق شکل روبرو که به 5 ناحیه مجزا تقسیم شده است، فرض کنید احتمال اصابت دارت به ناحیه اول x باشد. به اگر احتمال اصابت به ناحیه کائوم 2 منهای 1x باشد، احتمال اصابت دارت به هر ناحیه را به دست آورید. آقا دارت چند تا ناحیه داره؟ 5 تا. پس اس فضای نمونه ناحیه 1، ناحیه 2 تا ناحیه 5. پی ناحیه 1 رو میگیرم x، پس طبق فرض سوال احتمال اصابت به ناحیه کام یعنی پی کا، پی کا رو داده 2 منهای 1 در x، پس من میتونم بگم پی یکم ناحیه اولم ایکسه. وقتی ناحیه اولم ایکسه، پس وقتی اینجا حالتهای اینا رو حساب کنم، یعنی انگاری که به این 1 دادم، 2 منهای 1 شده ایکس، 1 بدی. اگر پی و 2 بدی، 2 تا 4 منهای 1 میشه 3 ایکس، پی 2. به کا 3 بدی میشه 5 ایکس، به کا 4 بدی 2 4 تا 8 8 منهای 1 7 ایکس، اگر 5 بدی 2 5 تا 10 10 منهای 1 میشه 9 ایکس. اینا حالتهای دارتر رو به دست آوردم تو 5 تا ناحیه. آقا میدونم پی ایس احتمال این که این دارت بخواد اتفاق بیفته حالتهای مختلف غیر همشانسه، پی ایس برابر 1، بنابراین پی 1 تا پی 5 برابر 1ه. بریم جاگذاری کنیم دیگه، x 3x 5x تا 9x برابر 1. آقا اینا رو همه رو با هم جمع کنم میشه 25x برابر 1، xمون میشه 1/25. خب پس x من در اومد 1/25. آقا پی 1 مگه برابر x نگرفتم؟ میشه 1/25. پی 2 رو مگه نگرفتم برابر 3x؟ شد 3/25.
پی 3 مگه نشد 5x میشه 5 20 پنجم که میشه 1 پنجم. پی 4 شدش برابر 7x میشه 7 20 پنجم. پی 5 من شد برابر 9x، 9 تا 1 20 پنجم میشه 9 20 پنجم. پس احتمال اتفاق افتادن هر ناحیه رو من چیکار کردم؟ حساب کردم. قسمت B به من چی میگه؟ قسمت B رو دقت کن، میگه احتمال اصابت دارت به یکی از ناحیه های اول، سوم یا چهارم بیشتر است. اینو دقت کن، یا اصابت به دو ناحیه دوم یا پنجم. میگه احتمال اصابت به کدوم ناحیه‌ای که برات بیان کردم تو صورت سوال بیشتره. بریم تو حل. آقا توی اینجا از من سوال کرده اول دوم، اول سوم و چهارم، یعنی پی احتمال یک سه چهار رو میخواد. پی احتمال یک سه چهار یعنی پی یک بلاوی پی سه بلاوی پی چهار. تمام. آقا من حساب کردم از قبلیه، پی 1 x بود، پی 3 5 x بود، پی 4 7 x، این میشه 13 x برابر 1. خب اصلا برابر 1 چیه؟ 13 x، x اون 1 20 پنجم بود، میشه 13 20 پنجم. خب این از این. حالا احتمال اتفاق افتادن چی رو گفته باش مقایسه کن؟ دوم یا پنجم باشه ناحیه. پس پی 2 5 میشه پی 2 به علاوه پی 5. حساب کردم پی 2 3 x بود، پی 5 9 x بود. آقا 3 x و 9 x 12 x، x هم بذارم 1 20 5 میشه 12 20 5. حالا میگه تو صورت سوال احتمال اصابت این دارت به ناحیه اول سوم یا چهارم بیشتره یا دوم یا پنجم. آقا به احتمالش به این که یک و سه و چهار بخوره، به این ناحیه ها بخوره، شد 13 20 پنجم. به ناحیه دوم یا پنجم بخوره شد 12 20 پنجم. پس قطعا مشخصه 13 20 پنجم از 12 20 پنجم بزرگتر است. پس احتمال این که بخوره به ناحیه یک و سه و چهار از ناحیه دو و پنج چیه بچه ها؟ بیشتر خواهد بود. و این قسمت بمونم به طور کامل چی شد؟ حل شد. بچه ها درس دومونم به پایان رسید. از اون درس های بسیار مهمه، امیدوارم خوب مطالعهش کنین. انشاءالله با ادامه فصل احتمال در خدمتون خواهیم بود و همچنین تمرین های تکمیلی براتون به اندازه کافی حل میکنیم. انشاءالله اینها رو خوب بخونین تا تمرین های تکمیلیش رو در خدمتون باشیم. موفق و معید باشید.